به نام پروردگار هدایت کننده به راه راست. سلام. بیشتر ما در شبیه سازی و تخمین آینده خطاهای بسیاری داریم و نمیتونیم حدس بزنیم که وقتی کار امروز رو به فردا موکول میکنیم متحمل چه آسیب‌هایی میشیم. این مسابقه به ما یاد میده که مسئولیت‌هامون رو به وقتش به جا بیاریم. به مسابقه شهروند و مافیا خوش اومدید. در مسابقه مافیا دو گروه شهروند و مافیا شرکت میکنند. گروه مافیا شامل رئیس مافیا، ناتو و گروگانگیره. رئیس مافیا مسئولیت هدایت تیم خودش رو داره و در نهایت تصمیم رو اون میگیره. استعلام رئیس مافیا برای کارگاه همیشه منفیه. ناتوی گروه مافیا در طول بازی یک بار میتونه از توانایی ناتویی استفاده کنه و سعی کنه نقش یک شهروند نقشدار رو حدس بزنه. در صورت درست بودن حدسش، اون شهروند تحت هر شرایطی از مسابقه خارج میشه و در صورت اشتباه بودن حدس ناتو هیچ اتفاقی نمیفته. در صورتی که گروه مافیا بخواد ناتوی کنه، دیگه امکان استفاده از تیرش رو در اون شب نداره. گروگانگیر که یارهاش رو میشناسه ولی به تنهایی کارش رو انجام میده، هر شب یکی از شهروندها رو گروگان میگیره. در صورتی که اون شهروند نقشدار باشه نمیتونه اون شب از تواناییش استفاده کنه. گروگانگیر حق نداره برای دو شب متوالی یک نفر رو گروگان بگیره. گروه شهروند شامل پزشک، کاراگاه، تکاور، تفنگدار، نگهبان و شهروند ساده است. پزشک بازی بعد از شلیک گروه مافیا میتونه یک یا دو نفر رو نجات بده. کاراگاه در شب میتونه استعلام مافیایی یک نفر رو از راوی بگیره. تکاور شهروندیه که زمانی که مورد حمله گروه مافیا قرار میگیره حق تکتیر اندازی داره. تکاور بازی در شبی که تکتیر اندازی میکنه باید مطمئن باشه که کسی که مورد هدف قرار میده مافیاست. اگر به اشتباه شهروند رو مورد هدف قرار بده خودش از بازی خارج میشه. البته اگر رئیس مافیا رو بزنه هیچ کس از بازی خارج نمیشه. تفنگدار هر شب بیدار میشه و میتونه حداکثر دو تفنگ به افراد داخل بازی بده. افرادی که در شب تفنگ دریافت کردن از نوع تفنگی که گرفتن خبر ندارن و فقط در طول روز بعدی حق استفاده از تفنگشون رو دارن. پس از شلیک تفنگ توسط افراد، راوی اعلام میکنه که تفنگ جنگی بوده یا مشقی. در صورتی که تفنگ مشقی باشه هیچ اتفاقی نمیفته، اما در صورت جنگی بودن تفنگ شخصی که مورد هدف قرار گرفته از بازی خارج میشه و شهروند یا مافیا بودنش توسط راوی اعلام میشه. تفنگدار نمیتونه به خودش تفنگ جنگی بده. اگر کسی که تفنگ دریافت کرده کشته شب باشه، تفنگ به دست تفنگدار برمیگرده و میتونه در شب‌های بعدی اون رو به افراد دیگری بده. نگهبان نقش مقابل گروگانگیره که اولین نفر قبل از گروه مافیا بیدار میشه و از نقش یک یا دو نفر در برابر گروگانگیر نگهبانی میکنه و اجازه نمیده که نقش این افراد گرو گرفته بشه. نگهبان در روز زره داره و در صورتی که در طول روز به هر نحوی از بازی خارج بشه زرهش میفته و نقشش توسط راوی اعلام میشه و از اون به بعد به عنوان شهروند ساده به بازی ادامه میده. آقایون سلام و عرض ادب. به مرحله یک هشتم فصل 15 مسابقه شهروند و مافیا خیلی خوش اومدید. خوشحالم از اینکه مجدد شما عزیزان رو میبینم. قبل از اینکه بریم سراغ دوره معارفه سری میزنیم به گروه محترم داوری. آقایون سلام، حالتون چطوره؟ آقای صادقی با شما شروع میکنیم. تو در کرانه عالم درون خیش به یغما فتاده ای که از این هزار هزاران یکی نگفت که بر شانه‌ات چه میگذرد. به نام تو آغاز میکنم که خدایی سلام عرض میکنم خدمتتون. امیدوارم که یک بازی جذاب و تماشایی رو ببینیم و حتی اگر گروهتون شکست خورد در پایان بازی از بازی خودتون رضایت داشته باشید. ارادت. متشکرم آقای صادقی. آقای نوید سلام، حال شما چطوره؟ متشکرم، سلام به شما، سلام به همه. خیلی خوشحالیم که یک شب دیگه در خدمتتون هستیم. باب راست میگه هرگز اجازه نده ترس از بازی خارج شدن جلوی بازی کردنتون رو بگیره. براتون بازی بدون ترسی آرزو میکنم. موفق باشی. متشکرم. آقای سینا
سلام، آرزو موفقیت میکنم. بچه ها شما قرار نیست با معیار و متر دیگران خودتون رو بسنجید. سعی کنید بهترین خودتون باشید و جوری بازی کنید که بعد بازی خودتون از خودتون راضی باشید. موفق باشید. متشکرم آقای حمید. درود بر شما، خرسندم امشب هم در خدمتتون هستم. دوستان هیچ موقع براتون مهم نباشه که چقدر تلاش میکنی، چقدر شکست میخوری یا چقدر آروم پیشرفت میکنی. مهم اینه که شما از خیلی ها که اصلا تلاش نمیکنن جلوتری. آرزوی موفقیت میکنم برای همتون. متشکرم آقای حمید. یه نکته آقای حمید، اوائل ریشتون انقدر سفید نبود، اتفاقی افتاده؟ بالاخره کار با مجری کارکشته مثل شما استرس زیادی به آدم میده، به خاطر همینه دیگه. بقیهش ما قضاوت رو میذاریم با مردم که چرا حمید سفید شده. مشکل دارین با بنده؟ مشکل نه، در حد مشکل نیست. همه چیز مرتب آقا؟ همه چیز مرتب آقا؟ ایشالله زنگ آخر بایستید با همدیگه حل و فصلش میکنیم. میبینیم همدیگر آقای حمید. با تشکر از شما آقای مصطفی. سلام و عرض ادب. سلام، عرض ادب و ارادت. امیدوارم بچه ها تشخیص و استدلال و همراستا جلو ببرن. انشاءالله موفق باشید. خیلی ممنونم، با تشکر فراوان از گروه محترم داوری. میریم سراغ دوره آقای حمید. میریم سراغ دوره معارفه. آقایون 15 ثانیه صحبت میکنید بدون چالش. شماره یک بفرمید. سلام بچه ها، من محبودم. امیدوارم بازی خیلی خوبی کنار هم داشته باشیم. بچه ها رخ امیرحسین، رخ یکی که استعلامش مثبت، درسته؟ بچه امیرحسین از نظر من مافیاست. این دوه خیلی مافیاست. چهار هم میتونه مافیا باشه. بفرمید. بچه ها نگاه کنید، زبان بدن شما 10 سیاه بازی، شما سیاه بازی 8 هم مافیا، گاردت بسته و یه اتهام زدم به شماره 4 احتمالا مافیا دربه. پاس نیستی؟ اوکی. بفرمایید نفر بعد. سلام دوستان، سعید هستم. خیلی خوشحالم در کنارتونم. از تک تکتون بازی ها گیدونم. به نظرم بین 1 و 2 و 3 رو من مافیا دارم، چون انتخاب کرد که از اون ور اشتباهی تارگت نفر آخریش رو گذاشت آخر سر صحبت کنم. آقای سجاد، عمدی بود یا سهوی؟ بین 1 و 2 و 3 رو مافیا داریم. نه، بین 1 و 2 رو مافیا. 2 رو مافیا. بفرمایید، گفتی 3. نفر بعد. سلام رفقا، اسم من فرنامه. خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. آقا این شماره 3 به نظر من مافیا از روی فکت استرسش. یکم به خاطر ذهن پراکندش. روی دلیل. جان؟ دلیل استرس. بله، به دلیل استرس چی گفتم؟ فکت. اوکی. به دلیل استرس شماره 3 مافیا از یکم من مافیا است. بفرمایید. به نام خدا، محمود فتوحی هستم از قزوین. ببینید شماره 1 شماره 8 رو زد، درسته؟ 7 رو زد. شما با هم بازی کردید، بازی هم آشنایی دارید. چرا چند نفر از دوستان اینجا با هم بازی کردن آشنان نسبت بازی هم دیگه، ولی این فکت شما به نظرم میاد استدلال. نمیشه استدلال شما به نظرم میاد نمیشه. 1 و 3 بین این 3 تا 2 تا حتما دارید. سلام دوستان، یاسرم از مشهد. خیلی خوشحالم که جمع شدم. بچه‌ها شهر میبره، من شهروند بازیم. آیا شماره 4 شما موظف دیدی که ستای قبلی تو بکوبی؟ گفتی 1 به اون دلیل، 2 به این دلیل، 3 هم به این دلیل. بچه‌ها من یه مافی دارم شماره 4 بازیه، به بقیه هم کار ندارم. این آقا بره بیرون، طرف موازی هم میاد. بفرمایید. به نام خدا، سلام دوستان، امیر حسینم. خوشحالم که باهاتون بازی میکنم. بچه‌ها من شهروندم. هر کی احساس کرد من شهروندم میپیونده به من. خروجی من جز مافیا بود، اول خودم از بازی میرم بیرون. برخلاف بازی قبلی این سمت من به شدت سنگینه. من یه دونه مافیا قطعی داشتم، هنوز حرف نزده بود، می‌خواستم فقط اینو بگم. شماره 3 میگه بین 1 و 2 3 مافیاست. شماره 5 میگه شما با هم به زور بازی کردید، ما با هم بازی نکردیم که. شماره 5 هم از نظر من مشخصه. دوستان سلام، مصطفی بازی هم، امیدوارم بازی خیلی خوبی داشته باشیم. آقای شماره 2 میتونه مافیا باشه. اولا دیگه گارد بسته و ندارد و دارد، اینو بذار کنار. خیلی جملات کلیشه بدی شدن، من خیلی بدم میاد. بازی کن، شما مافیا، شما 3 مافیاست، شماره 4 هم میتونه مافیا باشه. بفرمایید. به نام خدا، من سیامک بازیتون هستم. بچه ها بازی خوب برای همتون آرزو میکنم، امیدوارم که بهترین خودتون باشین. ببین امیر حسین، تو داری میگی این ور سنگینه، بعد با آقای 5 میگی که من با ایشون بازی نکردم، تو واسه من مشکوکی. بعد رفیق امیر حسین هنوز صحبت نکرده، چالشی هم نبود، گفته من شهروند بازیم تو قبول کردی. متشکرم. شما واسه من مشکوکی. آقای شماره 1 هم برام. سلام دوستان، من یوسف بازی ام. خوشحالم که ارتباط بازی می کنم. ببین آقای شماره 2 قطعا مافیا بازی، تو یه اتهام از نفر قبل خودت خوردی، بعد دقیقاً یه تارگت مشترک با اتهامت داری. بعد شماره 3 خورده استرس داشت ولی شماره 2 رو دیده، بعد 4 دقیقاً
چهار دقیقا از دو اتهام خورد، چرا شماره دو رو نزدی؟ این چهار مافیا بعد سلطان، تو همه مافیات این وره میگی این وره سنگی، این مافیا قد داری سلطانه، تو هم مشکوک برام. با الامن شب میشه و شهر به خواب میره. رئیس مافیا از خواب بیدار شه. ناتو گروگانگیر تایید. رئیس مافیا و ناتو بخوابن. گروگانگیر رئیس مافیا تایید. ناتو تایید. گروگانگیر بخوابه. نگهبان بخوابه. کارگاه بخوابه. تفنگدار بخوابه. پزشک بخوابه. و تکاور شهرمون، تکاور بخوابه. با الامن روز میشه و شهر بیدار. یک دور صحبت میکنید 25 ثانیه. با چالش از شماره 1 بفهم. چالش شماره 7 صحبت کنید. بچه‌ها یه لحظه توجه بکنید، آقای شماره 8 رو من توی نوبت قبل از اینکه بازی شروع شه بهش گفتم مافیا. رسیده نوبت شماره 8 به من اتهامی نزده. وقتی صحبتشون تمام شد من بهشون گفتم اجازه بدید، عدم تایید نشون دادم. شماره 10 بلند شد به من اتهام زد، شماره 8 گفت آره. گفتم دیگه دیره، گفت خبر نزن. شما تو 3 ثانیه 5 تا تناقض داشتید. شماره 8 مافیا بازیه. نفر بعد ببین امیر حسین، تو یه اتهام دیروز به شماره 8 زدی، شماره 8 هنوز برایندی اضافه نکرده به بازی، تو میشی دوباره بهش اتهام میزنی. ولی من 5 مافیای قطعی دارم. شما تمام اتهامات با شماره 4 یکی بود، یک کلمه تو صحبتت به شماره 4 نگفتی شهروند. تو خودت 8 اتهام زد به 4 عدم تایید دادی، ولی یک کلمه تو صحبتات به 4 نگفته بودی شهروند. من فعلا 5 و 7 دارم. بفرمایید. چالش آقای شماره 8 صحبت ببخش. خب خیلی جالبه، من نگفتم تبر نزن، گفتم تو شب نزن. خب شما دارید به در موردتون صحبت میکنه، زمزمه میکنید، بعد چجور من و مافیا داشتید تناقض کامل. بچه داشته باشیم، داریم از اونور مافیا، ایشون در اومد بلند شدی داخل بازی میگی من این ور برام سنگینه، اما اینو اول بازی داشتم بهش گفتم. تو به من کی گفتی مافیا؟ بچه مافیا گلمون، معرفی میکنم. بفرمایید. آقای شماره 8، شما تمام نوبت چالش داری به آقا توضیح میدی، من شما رو مشکوک میبینم. آقای شماره 3 رو مشکوک رو به مافیا میبینم. استاد نگاه، شما انقدر استرس داشتی حتی شماره ها رو گم کرد. 3 سیاه بازیه. شماره 10 من یه اتهام به شما زدم، شما به من میگی قطعی مافیا، یعنی انقدر عصبی شما رو من مشکوک دارم. من جنگ 6 و 4 تو معارف. بفرمایید. دوستان چالش شماره 6 صحبت کن. آیا شماره 9، آیا شماره 7 حرف زده گفته من شهروندم، من پذیرفتم. شما چرا الان کره میگیری؟ بچه ها نوبرم مشکوکه. شماره 10 در مورد استرس صحبت میکنی، خودت خیلی بیشتر استرس داری. من 10 و مشکوک دارم، من فعلا با 2 بازی میکنم، با 7 بازی میکنم، ببینم برایندشون چی میشه. بفرمایید. این دوستان من میرسن و شهروند دارم، شماره 7 شهروند دارم، مصطفی رو مافیا دارم، شماره 2 رو مافیا دارم. دیروز من یه اتهام داشتم شماره 2، تو دیروز هم منو اتهام زدی هم 2 رو اتهام زدی. امروز هم با 2 کاری نداری، ایشون هم باشه تو 0 داره منو میکوبه، میگه من فروپاشیدم. 2 مافیاس 8 مافیاس هم میرسن.
شماره 9 صحبت کنه. بچه‌ها خوب گوش کنید. امیر حسین تو راجع به یک نظری نداشتی؟ رخ پلیر میگفت و اینا. ببین بچه‌ها، آقای یوسف از نظر من شماره 10 شهروند، شماره 1 شهروند، شماره 2 داره به 8 میزنه میگه توضیح میدی. رفیق تو خودت هم به 10 توضیح دادی یا 10 قطعی واسه من شهروند. بین 8 و 2 قطعی یک مافیا من دارم. بفرمایید نفر بعد صحبت کنم. بچه‌ها من صحبت کنم. شما چجوری با شماره 1 میگی شهروند؟ آقا انتظار داره توی نوبت معارفی یه نفر از مافیای دو نفر دیگه برسه به شهروندی من، میگه چرا بهش نگفتی شهروند؟ و تو چالش تنت فقط راجع به چالش امیرحسین، بعد راجع به آقا صحبت کرد. به نظر من آقا یک میتونه مافیایی بازی باشه. بعد رفیق من یه اختیار شهروندی میدم، من شهروندم، برم بیرون شما قطعا رفتی بالای درخت. من گفتم یک و سه مافیا، اصلا نظری راجع به دو ندادم. آقا شماره 10 مشکوکه، میگه نمیدونم چرا از دو تارگت بفرمایید نفر بعد شماره 1 بفرمایید. شما روز اول به 7 تارگت زد، 7 تام فکر می‌کنم به شما تارگت زد، اتهام زد، عذرخواهی می‌کنم. شب شد، صبح شد، بیدار شدی، هیچ کدوم هم دیگه اتهامی نزدید. به نظر من اینجوری من شاید اشتباه می‌کنم، ولی احساس می‌کنم شهری چرا تارگت من شماره 2ه، من احساس می‌کنم شماره 4م، 4 دیگه درسته، شماره 4م شهره. چه دلیلی داره من روز اول بین دو نفر مافیا در آوردم سری بیام میگم شهر؟ باز الان احساس می‌کنم نسبت به اتهام من، اتهامای من شهر. دو مطمئنا، نمیخوام بگم بقد، مطمئنا مافیاست. من صحبت کنم. ببین آقای شماره 1، شما میگه امیرحسین مافیا بازیه، یه دفعه شماره 6 بلند شده گفته من با امیرحسین بازی میشه. ببین شماره 1 بر من مشکوکه، بعد شماره 6 هم بر من مشکوکه، 9 از نظر من شهروند بازی، بعد شماره 3 تو مگه مافیا قد نداشه؟ شماره 2 بفرمایید، دو داره 8 میزنه، چجون دو تا یارن؟ استاد من شهروند، شما ذهنت کلا مخالف منه. به نظرم شما مافیا بازی شماره 9 هم مافیا بازیه. بچه‌ها من دارم با شماره 7 بازی میکنم، برای این فردا اگه شهروند بود شماره 7 میره بیرون، ولی 9 و 10 احتمالاً یا یه مافیا یا دو مافیا. من امروز فقط به شما رأی میدم، شما کلا مخالف زنه با من. الان اتهام اصلی کیه؟ منم. بچه‌ها 10 بره بیرون امروز، به نظرم مافیا بازیه. قند ما رو گرفتن. چالش هم برای آقای سیامک همین الان صبح. بچه‌ها یه چیزی خیلی جالبه، رفیق شما نگفتی شماره 7 و شماره 2 واسه تو شهروندن؟ داداش چرا اتهامای شهروندا تو نمیزنید؟ اتهامای شهروندا شماره 8. بعد الان شما اومدی روی شماره 10. نه شما به شدت مشکوکی واسه من. امیرحسین مگه شماره 1 شهروندت نیست؟ یک نفر دیگه پاشو داره میگه به اون مافیا به تو شهروند. بفرمایید نفر بعد. آقای سیامک شما تو چالشی که گرفتی یک بار همین حرفا رو زده بودی. مگه من برای شما شهروند نبودم؟ برات شهروند بودم یا مافیا؟ تو گفتی طرف بین 8 و 2 در بیاد. در صورتی که باید میگفتی طرف بین 8 تا 7 باید در بیاد. آقای شماره 1 شما بگی بعدی من این بازیو در میارم. چون شما دقیقاً اون کرم سر قلابه‌ای که قطعاً بین سیامک و شماره 10 مافیا هست، اینا دارن از تو سوء استفاده میکنن که به من اتهام بزنن. فقط هم پشت دست اینا تو داری به من اتهام میزنی. نمیشه سه مافیا تو یه نوبت یک بازی بده دماشو بگی. نمیشه سه مافیا تو روز یک با هم بازی کنن که. پس ذهناتونو آزاد کنید. من گفتم شهروندم، شهروندم هستم. آقای سیامک یک صحبتی رو یه بار چالش گرفته گفته، تو نوبتش دوباره از من چالش گرفته گفته. پس سیامک میتونه مافیا بازی باشه. شماره 10 رو نگاه کن. بفرمایید. خب شهروندی هستی که تناقض تو صحبتات داری. تناقض داری تو صحبتات نداری؟ تو بلند شدی از این ور داری میگی من این ور رو سبک میدونم، بعد من اتهام بزنم میگه قبلش بهت گفتم. شما مافیا که کلا در اومدی و صحبت شما در مورد شما کاملا درسته. مغلطه نکن تو بازی، خارج از نوبتت صحبت نکن، اس پی آر داخل بازی. شماره 2 شما به اتهاما کلا واکنش نشون میدی. بچه‌ها یه صحبت 2 3 و آقای شماره 7 به قطع دو الی مافیا ازشون در میاد. بفرمایید. امیرحسین فهمیدی 8 مافیاست؟ این از کجا فهمید تو شهروندی؟ تو این داره میگه تو شهروندی، داره برات دلیل میسازه. 8 مافیای بارزی امروز رای میدیم، 8 میره بیرون، 10 تا میلیاردش یا 2 یا 10. سیامک من در نیوردم چی؟ من دادم چالش شما بچه. امیرحسین تو داری یه چیزی رو به زور بر من غالب میکنی. من راجع به آقا صحبت کردم، تو هیچ نظری راجع به کسی که داره میگه تو شهروندی نداری. بعد گفتی یک شهر، من پرسیدم گفتم یک چی؟ تو گفتی یک شهروند. پا شدی یه نفر بهش اتهام زده تو لایکتی. الان کی اینجا تناقض داره، من یا تو؟ امیرحسین نه میری امیرحسین اینجوری بخوای باز. بچه ها من امروز قطعا یک رأیم امیرحسین. امیرحسین شهروندی نمیتونه باشه که انقدر تناقضش به آی سد. شما چی از امیرحسین میدونی که هر کی به امیرحسین تارگت میزنه؟ شما اتهام، اتهام بفرمایید. آقا شماره 9 منم دارم میگین آقا شهروندی، پس بعد اول من برم بیرون نه به این آقا اتهام بزنی. استاد شماره 8 شما داری میگی تو شهروند متناقضی، بعد میگی مافیا بازی. بچه من 8 رو نمیتونم شهروند بذارم، ولی رأی امروز فقط شماره 10. نمیدونم اصلا شما بر من شهروند نمیشینی.
من صحبت کنم. ببین شماره 3 تو دو تا چالش گرفتی، فقط داریم که دوهش یارن بعد دم یارشه. ببین اون شماره 3 قطعا مافی بازیه، بین دوهش من نمیدونم چی، ولی اون 3 کسی که این وسط خبر داره چی. ببین بچه‌ها شماره 3 مافی بازیه، شماره 6 مافی بازیه. تو مگه نمیگی شهروند شماره 7 بازیه؟ یه نفر بلند شده اجماع شماره 7 خواست، اون تارگت نیست. ببین 6 مافی 3 مافی تفنگ جنگی فقط میاد دست من. میریم سراغ رأی گیری. رأی گیری برای محبود، سجاد، سعید، فرنام، محمود، یاسر، امیر حسین، مصطفی، بیستید، سیامک، یوسف. بفهمید بشین. شماره 8 تک دفاع، یک نفر اتهام. اتهام میدم به شما. یک نفر حمایت. حمایت میدم شماره 1. ببخشید بچه‌ها، یه لحظه ذهناتون رو باز کنید، گوش کنید به حرف من. فرا از طرف شماره 8 شماره 9 قطعاً مافیای بازی. شماره 9 معتقد اگه یه نفر به یه نفر دیگه میگه شهروند، باید بهش بگه مافیا، به اونم بگه مافیا. شماره 6 دو نوبت به من گفته شهروند، هیچ کدومتون وجود نکردید به شماره 6 بگید مافیا. این اتهام نیست آقای امیرحسین. دارم آخرش میبندم راجع به شماره 7 دیگه. وجود نکردید به من بگید از نظر من شماره 8 میتونه مافیا باشه، ولی من صحبتاشو گوش میکنم. امشب کاراگاه سلام منو بگیره. همین امشب کاراگاه سلام منو. بچه‌ها به نظر من شماره 8 شهرونده. شماره 8 اولین اتهامو سر صحبت از شماره 7 میخوره، درجا با یک شهامت شهروندی اونو به شماره 7 برمیگردونه. من کاملا حسی میگم شماره 8 شهرونده. هر کسی هم منو شهروند داره امروز به شماره 8 رأی نده تا فردا ببینیم دنیا دست کیه. آقای مصطفی بیستید بعد دفاع کنید. خب دوستان کامل همه چیز مشخص شد، ایشون اتهام منو میگیره اما جرئت نمیکنه دوباره من اتهام بزنه. تو اتهامش داره توضیح میده. بچه شماره 3 مشکوک بود. آقای شماره 10 مگه اتهامش چرا بهش رأی نمیدی؟ من چیکار کنم با نوع بازیتون؟ من به آقا نگفتم شهروند، گفتم من شهروند، گفتم اگه شهروند باشه داره تناقض بازی میکنی. بچه 3 چرا نیومد دفاعیه؟ به چه جرمی اومدم دفاعیه؟ چیکار کردم؟ متشکرم. بیستید لطفا. رأی گیری مجدد برای مصطفی. آقای مصطفی بفرمایید بشینید. سابقه دار. با الامن شب میشه و شهر به خواب میره. نگهبان، شما میتونید از دو نفر در مقابل گروگانگیر محافظت کنید. بخوابه گروگانگیر. کسی که انتخاب میکنین امشب توانایش رو از دست خواهد داد. بخوابه گروه مافیا به جز گروگانگیر. رئیس مافیا اعلام کنه. گروه مافیا بخوابن. کاراگاه. بخوابه تکاور. اگر شما مورد حمله گروه مافیا قرار گرفته باشید حق تک تیراندازی دارین. بخوابه پزشک. دو حق انتخاب. بخوابه تفنگ دار. شما حد اکثر میتونید دو تفنگ به شهر بدید. بخوابه دست همه عزیزان جلو برای دریافت تفنگ. دستایی که لمس میشه فردا تفنگ خواهند داشت.
آقایون دستاتون رو بندازین. عزیزانی که تفنگ دریافت کردن تایید. متشکرم. با اله من روز بشو شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 5. آقای محمود خسته نباشین، پشت صحنه همراه باشین که تمام. یک رو صحبت میکنید 25 ثانیه، با چالش از شماره 10 بفرمایید. من چالش میدم به شما دو صحبت کن. دو صحبت کنم؟ آن شما هست شهروندی، من یک روز تو رو با شماره 7 به سول دعوت میدم. خب شما به من اتهام میذاری، من به شما اتهام میذارم، شماره 3 میگه جفت موافق، آقای شماره 9 میگه بین 8 و 2 یه موافق دارم، یعنی میخواد گره سازی کنه. من شهروندم، اگه شهروندی دنده عقب تو بگیر. بفرمایید. من صحبت کنم. آقای شماره 6 شما، آقای شماره 8 شهروند داری مافیا. خب منم بهش میگم بچه مافیات منم. بچه شماره 6 مافیا، آقای شماره 3 مافیا قطع بازیه. مافیا بازی کجا با من شهروند بازی که آقا بالا نیومده. دو تا نفر میگه 2 8 ما با هم دیگه یارن، 2 8 ده یارن. آقای شماره 3 مافیا 6 هم مشکوکه. صحبت شماره 6. آقای شماره 10 من و شماره 5 به شما رأی دادیم. من که میدونم شب این آقا هم به شما رأی داده. برای چی شما آخرین نفر نمیدید دفاعیه؟ شما هم رأی دادید به شماره 10. من اسم میخوام 3 تا شهروند به شما رأی دادیم. شما برای چی نمیدید دفاعیه؟ بچا شماره 8 شهروند بازیه. این تیر زده شد که بگن این آقا مافیای بازیه. پس این آقا شهرونده. فعلا شما یه روز همدیگه رها کنید. بفرمایید. اجازه بدین خیستم. بچا یه چیزی خیلی جالب. الان نمیگی شماره 8 شهرونده. خب تو فقط باید 7 مافیات باشه. چطوری میگی 8 شهرونده دیگه؟ با اتهامی که آقای شماره 7 فرام، من بس روی صحبتم با تو، امیدوارم از اون حالت بیای بیرون. تو واسه من شهروند. امیر حسین دنبال اینه که تو رو بخره پشت دستش. ببین امیر حسین از نظر من مافیاست. شماره 3 شما یکم شیطون شدی ها. و شماره 1 دیروز شما به 7 رای دادی؟ رای دادی؟ بفرمایید. چالش میدم شماره 4. من صحبت کنم. آقا من که شهروندم. خیلی جالب بود. من دیروز بدون هیچ رأی نشستم، یعنی مشکوکم نبودم. یه اتهام داشتم یه دونه رأی من. چون حمایت آقا رو گرفتی فعلا باید کار ندارم. سیامک الان برای تو مشکوک نیست این آقا سر صحبت داره چالش میگیره میگه شما دوتا رو آشتی بدین؟ مگه این مافیای تو نیست؟ مگه این شهروند تو نیست؟ این دوتا رو داره آشتی میده. این چیه؟ بفرمایید. چرا نگفتی؟ گفتی یک. دوستان فکر میکنم حالا آقای شماره 3 شما بازیتون داره تأثیر گذاره تو بازی، یا کلن شهروندی که ما رو به یه مسیر بد میبری یا مافیای. من به شما با آقای شماره 7 آشتی نمی کنم. من حمله میکنم بهش، بعدت میاد خودت یارش. چرا میخوای ما با هم آشتی بدی؟ چرا من شدم شهروندتون الان؟ این آقا مونده تو دفاعیه نیست، بولم میشه یه کارگاه اسلام منو بگیره. چالش بچه ها موشه. نه آقا من به شما ندادم که شما بشین شماره 10 صحبت کنم. من صحبت کنم. ببین سلطان، مگه به شماره 7 اتهام نمیزدی؟ یه بالا خود آقا شماره 6 سلطان چی سناریو شب گفتی؟ یه نفر رو شب کش نمیاد بگی منو فلانی رایدی، تو چرا بالا نیومدی؟ بعد این استدی که آوردی سلطان میشه شب همیشه مافیا. ببین بچه شماره 6 مافیا بازیه، شماره 3 مافیا بازیه، اینا چرا دفاعی نیومدن؟ یه هفته فکر میکنم شهرونده. ببین آقا من یک بار برای همیشه بهت میگم آقا شماره 8، یا گوش میکنی یا امروز با احترام از بازی خارج میشی. صحبتمو گوش کن، بعد اگه عدم تایید دادی از بازی میری بیرون. شما انقدر اگرم شهروند بودی مشکوک بودی که همه به تو رای دادن، از تحلیل تیر شب رسیدن به شهروندی تو. ببین چقدر مافیا بودی آقای سیامک. وقتی همه ما اینایی که دارن به تو میگن شهروند، به تو میگفته شهر، به تو میگفتن مافیا، به تو میگفته شهروند، امروزی که ما از تحلیل تیر شب رسیدیم به شهروندی تو داره به تو میگه شهر. من شهروند نیستم. بفرمایید. هستم یا نیستم؟ نفر بعد آقای هش. ببین از تحلیل تیر شب نرسیدید، رأی هم یه دونه بود آقای شماره 5. چرا مغلطه میکنی تو بازی؟ اصلا تو اجازه همین حرکاتت برای من میشه مافی. آقا من فعلا برای خودم، شما بازی خودتون رو کنید. حالا همه برای تو، همه شدم شهروند. شماره 2 شماره 3 برای من مشکوکم فعلا. آقای شماره 8 این آقا به شما رو توی دفاعی رأی خروج نداده، چرا این کارو داری میکنی؟ الان شما دو تا شهروند باشین بیچاره این ما. بچه شماره 19 یا یه مافیا یا دو مافیا در میاد. شما دیروز به کی رأی دادی؟ به کی رأی یک دادی؟ باید بلنش اونو بکوبی، نه الان یکی دیگر بکوبی. بچه شماره 9 صحبتشون تموم شد. بچه شماره 9 مافیا، شماره 10 هم مافیا. امروز با من بازی کنی یا 9 یا 10 تو دفاعی هم تایید میشه. سلطان خداحافظ. شماره 6 رو زدین.
مشخیه. چالش من نمیخواستی؟ شما نو صحبت. یه چیزی خیلی جالب. امیر حسین، من روز قبل بازی داشتم با شماره یک بازی میکردم. تو خواستی این اتحاده رو بزنی. الان شماره هشت. خب داداش من یه امتیاز از تو جلوترم دیگه. تو داشتی روز یک میگفتی آقا بره، من میگفتم بمونه شهروند. پس نه ببین، تو میگفتی ببین واسه من آقای شماره شیش مشکوک بازیه. مشخص تفنگ میخواد بزنه. میگه شما قبل صحبتت که از من چالش گرفتی گفتی آقا هم شما شهروندی همش. و چه اصراریه که دارین امیر حسین رو شهروند میخونی؟ آقا من واقعا یه سری چیزا رو متوجه نمیشم. الان شماره 8 شما میگی من با 7 اصلا آشتی نمی کنم. آقا من اصلا کاری به این قضیه ندارم. یک نفر سر صحبت بلند شده شما دوتا رو داره آشتی میده، یه نفری هم که مدافع شما هیچ کاری با این آقا نداره. شما اصلا به این قضیه اینو فقط میگی شماره 7. 1% اگه اون شهروند باشه قطعی بیچاره ایم. آقای سیامک امروز من به این آقا رأی میدم. تو رأی میدی؟ خیلی آقا اینو بخونه مافیا سیامک. آقا شما اینو قطعی مافیا است. بفهم حالش. باز شماره 9 بعد من ببین دوست عزیز، من شماره 4 شهروند دارم. امیر حسین مگه نمیگی آخرش دو مافیاست؟ شماره 8 هم که میگه مافیاست، 9 هم که داره رأی میده، 4 هم که رأی میده، منم مافیا دارم. چطور امروز شما دوتا همدیگه رو ول کنید؟ این بره بیرون، سیامک فردا سیاه بازی ها. یا سیامک مافیاست یاره اینه، یا تو یاره اینی، چون تو داری 8 رو میکوبی پایینش میگی 2. فردا یه دقیقه خوب به من گوش کن. یک نفر بازی رو ترک کرده، درسته؟ من داخل بازیم. شماره 10 نظری راجبه نداره. امیرحسین داره میگه من مافی، اون میگه من مافی، اون میگه من مافی، اون میگه من مافی. داش چه جوریه بازی؟ بعد من دارم میگم به تو، با تو رأی میدم به 2، بعد تو میگی اون بره بیرون مافیا باشه، قطعا من مافیا. بعد امیرحسین با لینک شهروندا مشکل داره، خودش داره میزنه شهر با کسایی که میگن شهروند کاری نداره. امیرحسین چیه؟ بچا چالش ندم که نمیدین. شیش صحبت کنه بعد من. استاد یار من کو؟ یار من کو؟ من مافیا یارم کو؟ سه به قطع مافیا. ولم کنین دیگه اینقدر. هرچی دست بیارم چالش. 7 و 8 یک روز سول کنین. 9 سیاهه. میخواد گره بین شما بمونه. اینا متوجه بشه. 9 سیاه. 3 سیاه. بین 4 و 1 یکی در میاد. یک تو جریان بازی نیست. 4 میخوای منو مافیا کن. خب من مافیا. اینا دارن دعوا میکنن. بذار دعوا کنن. به فدای سرم. من فکر کنم شهروندم دارم آشتی میدم. بفرمایید. آقای شماره 3، شما از هر طرفی میبینی میگی 9 مافیا. چرا 2 بره بیرون؟ میگه اگه اون شهروند باشه 9 مافیا، اگه اون مافیا باشه 9 مافیا. پس اش این آقا نره بیرون. بچه‌ها شماره 3 به شدت مشهوره، ولی شما قطعی مافیا. الان کی منو فقط دارین رو من شهروند پارو میزنی؟ شما از دیروز میتونی آقا شهروند بازی. بچه‌ها 9 مافیا. بفرمایید. چالش شماره 4 بعد من صحبت کنید. داداش بین 1 و 4 یه دونه هم در نمیاد. جفت اون شهروندیم. فردا من رها کن. جفت اون شهروندیم. بچه‌ها بین 9 و 7 یک مافیا وجود داره قطعی. شماره 9 شما براینده بازیت کل بازی فقط امیر حسینه. یعنی یه اتهام دیگه نمیزنیم. بگی پشت دست میخوام رأی بدم به فلانی. ولی یک سری مشکوکی که من دیدم شماره 10 شماره 7 به تو اتهام زد، گفت داری منو کردن کرم سر قلاب، شما بهش رأی ندادی. بفرمایید آقا من شوکولات یک مافیا است، تفنگ بزن. آقا من شوکولات خیلی به مذاقم خوش نمیاد، چاق میشم. آقا این آقا با شما رو با تفنگ زده، یعنی اگر جنگی بود الان شما خارج توی اتاق پشتی داشتی بازی رو میدیدی. من میگم شهروندی آقا، هر چی باشه من میرم تو دلش، اصلا برای من مهم نیست. آقا اینجا آقا مشکوک میشه، من یک روز با تو آشتی میکنم، فقط یک روز. بفرمایید 5 ثانیه زمان برای استفاده از تفنگ. بله تایید میشه. من 9 میزنم. ببخش سیامک. آقای سیامک وصیت. خیلی عالی بچه، اشکال نداره. من از بازیتون رفتم. فرنام تو شهروندی. آقای شماره 1 رو بهش بپردازینا. آقای شماره 1 روز قبل داشت با امیرحسین درگیر میشد. شب شد، روز شد، لپ امیرحسین رو کشید. دیگه باش کاری نداشت. بعد الان اومده میگه بین 7 و 1 مافیا. داشت من که گفتم تو شهروند. سر تا سرتم. فرنام تو قطعی شهروند منی. تو قطعی شهروند منی. شماره 10 شهروند منی. متشکرم آقای سیامک. خسته نباشین. شما که نگهبان شهرمون بودین و جایی نمیرین. بفرمایید. بشینید آقا. رفتین داداش، رفتین. میریم سراغ رأی‌گیری. رأی‌گیری برای محبوب. سجاد.
سعید، فرنام، یاسر، امیر حسین، مصطفی، سیامک، یوسف. بفرمایید بشینید. سه نفر از خودشون دفاع میکنن، شماره های 6، 7 و 10. آقای یاسر بیستید و دفاع کنید. آقای شماره 2، من به همراهی شما به شماره 3 رأی دادم. من و شما و شماره 8 با همدیگه به 3 رأی دادیم. چی شد که باز شما و شماره 8 به من رأی دادید دفاعیه؟ استاد شما سم بازی کردی، تقصیر من نیستش. اول بازی میگی بعد بازی کنید. بچه شماره 2 برای من مافیا بوده. من اش بازم میگم امیر حسین شهروند بازی. بچه دهه مافیا بازیه. من یه جا رفتم جلو هنوزم میگم این آقا شهروند بازیه. ده امروز خروجی شهر بره، فردا خدا بزرگه باز. آقای امیر حسین بیستید و دفاع کنید. بچه ها من با تفنگم نگهبان رو زدم. نگهبان زرهش افتاده شده، شهروند صد نشسته تو بازی. آقای سیامک شما باید منو تو بازی نگه داری. من شهروندم. با تفنگم تو رو زدم، تو از اول بازی گیر دادی به من. پس امتیاز منفی بیشتر واسه تو بوده، چون اول تو به من گیر دادی. آقای شماره 6 شما یه تایم، یه زمانی رو به من گفتی شهروند، با اتهامای من بازی کردی. من شهروند ذهنم میگه الان باید به تو گیر بدم، ولی تو هنوز داری به من میگی شهروند. من شهروند بازی ام. آقای سیامک به من نباید رأی بدی. من نگار دار تو بازی، فردا بذار تیر بخوره. متشکرم. آقای یوسف بیستید و دفاع کنید. دوستان واقعا من بیدارم، من بیدارم، من اومدم بخوام دفاعیه. ببین سلطان شماره 6، آقای شماره 7 با هم دیگه براینده بازیشون چی بود؟ نگهبان بازی من شهروند. من 2 روز دارم میگم 6 مافیا. شما میگی چرا به 7 نمیذاری؟ چه آقای شماره 6 الان میگی شهرونده. طرف من توفنگ چه جوری شهرونده؟ بعد مگه یه اتهام مشترک با من نداری؟ شماره 3 چه جوری من مافیا؟ ببین شماره 6 قطعا مافیا، 7 هم میتونه مافیا باشه. بعد شماره 2 خیلی جالبه. تو هم به 6 رای میدم به 9؟ من که امروز بیرون نمیام که، ولی فردا من با شما کار دارم. فردا متشکرم. آقایون بیستید، شما به هم حق رأی دارید. رأی گیری مجدد برای یاسر، امیر حسین، یوسف. آقای یوسف، آقای امیر حسین بفرمایید بشینید. به سوابقتون اضافه میشه. یاسر کلام آخر. بچه من که شهرم بودم، ولی 3 مافیه. شما هیچ کاری به من نداشتی، الان من رأی خروج دادی. اب نداره، فردا استلام وضعیت میگیرین، شماره 3 رو میدیم بیرون. احتمال خیلی زیاد 3 مافیا، 4 مافیا. امیر حسین من به تو گفتم شهر، میدونم رأی نده. به تو گفتم شهروند، اب نداره فریب تو خوردم میشه جونم دیگه. حرف دیگه نرم. خسته نباشید آقای یاسر. پشت صحنه همراه باشید لطفاً. آقای شماره 8، این آقا به شما رو توی دفاعی رأی خروج نداده. چرا این کارو داری می‌کنی؟ الان شما دو تا شهروند باشین، ولی 9 احتمال یا یه مافیا یا 2 مافیا. من امروز فقط به شما رأی میدم. با اله من شب میشه و شهر به خواب میره. گروگانگیر، کسی که انتخاب میکنین امشب توانایش رو از دست خواهد داد. بخوابه. گروه مافیا بجز گروگانگیر رئیس مافیا اعلام کنه. گروه مافیا بخوابن. کارآگاه. بخوابه. تکاور، اگر شما مورد حمله گروه مافیا قرار گرفته باشید، حق تک تیراندازی دارین. بخوابه. پزشک، دو حق انتخاب. بخوابه. با اله من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 7.
تبریک به این شهر که عجب تکاوری داره. درست. آقای امیر حسین خسته نباشید، پشت صحنه همراه باشید لطفا. بفرمایید. درخواست اعلام وضعیت. رأی میاره. سه نفر از دست دادیم. یک. مافیا، دو شهروند. یک دور صحبت میکنید 25 ثانیه با چالش از شماره 4 به این سمت. آقا شماره 8 صحبت کنه، خیلی صحبت کنه. هی میگم شماره 7 اذیت میکنید. میگم بریم سراغ استادهای بازی. چی کار میکنید؟ میگم شهر رو داریم مسیر بعدی میریم. داشتید منم میخواستم باشه دندقه بگیرم، اما مشخص بود. نمیخوام صحبت های اضافه کنم داخل بازی. خب فکر کنم تیم تقریبا تشکیل شدم. شما که من صحبت بکنم. آقا شما نگهبانی، شما هم که از روز یک داشتی رو امیرحسین پارو میزنی، شما جفتتون شهروند. من خودم میدونم شهروند. ببین آقا فقط امروز شما رو دو بعد بره بیرون. دو کسی بود که دو روز سبر فقط داشت میگفت شما دوتا شهروندین، همدیگر رو رها کنین. آی نه مافیاس نمیدونم بین یک و چهار در میاد. من که خودم میدونم شهروند. استاد داری رو چی پار؟ ببخشید نداره دیگه، امروز میری. بفرمایید. دوستان چالش شما نه صحبت. آجا ببین امیرحسین قطعی واسه من مافیای بازی بود، اما خب گاهی وقتی یه شهروند بد رو اگر از دوره بازی خارج بکنی خیلی به کمک بازی میاد تا اینکه یک مافیا، چون امیرحسین رو از بغلش میشد یاراشو در، ولی خب میشه جون تکاور بازی خوراک آمادش برد. آقای شماره دو، امروز من با فرنام، من فرنام روز یک گفتم شهروند، فرنام اومده سمت من، من به شما رأی میدم. دوستان ببینید من اینجای بازی، من دو رو که از روز یک دارم میگم، خب رأی یک و دو هم بهش میدم. من فریب امیرحسین رو خورده بودم. مصطفی تو هی مصرانه داری به من میگی مافیا، من ذهنم به هم میریزه. من شهروندم، منو رها کن. امروز من به دو رأی میدم، ولی ده هم مشکوکه. آخرای بازی چهار هم میتونه مافیا باشه، چون اصلا با امیرحسین کاری نداشت. نفر بعد آقای شماره 4 بعد من لطفا آن نگهبان یه روز درست بازی کن. نگاه یه رأی خروج به یه شهروند دادی، به منم رأی بدی حظ میشه. خب یه روز درست بازی کن، من شهروندم، اشتباه بازی کردم، میخوام از الان درست بازی کنم. بچه ها سه مافیاه، خب سه قطعی مافیاه. این آقا داشت با هفت بازی میگه، خب من اگه مافیا بودم که نمیدونم شما رو آشتی بدم نمایان بشم دیگه. خب سه سیاه، یار دیگه شو من ده میبینم. نگاه چهار من تو رو شهروند میدم، تو رو شهروند. بفرمایید نفر بعد. بچه ها من صحبت بکنم؟ نه آقا هست نمیشه تارگت یکیش مافیا بود، این مسئله نیست. آقا شما هم خیلی شیطون بودی، شما کسی بودی که این داشت آشتی میداد، تو داشتی دنده میدادی، تو داشتی این آتیشه رو زیاد میکردی، زیرش رو شعله ور میکردی، این آقا داشت آشتی میداد. آقا بین این دوتا یه دونه مینیموم، یعنی حداقل. بفرمایید. چالش سیامک، چالش نمیخوای؟ چاله شماره 8 بعد من صحبت کنم. بچه خوب گوش کنید، تو که نگهبانی، من تکرای دوی اون بودم، 8 شهروند از زیر دست و پای اون کشیدم بیرون. پس 8 شهروند، تو شهروند، منم شهروند. مطمئنی 4 شهرونده؟ اگر مطمئنی 4 شهرونده اینجا یک مافیا باشه یارش میشه 10. خب اینجا یک مافیا است، این دوتا که یار نیستن، هر روز یکم دیگه رو پدرم دیگه در بیارن. پس یار هر مافیا اینجا باشه میشه 10. وقتی که تشکیل دادی اوکیه، خب میذاریم شماره 4 رو میذاریم دم در که اگه یه دفعه خطا کرد بندازیم بیرون. اوکی اون صندلی اون جلو میشینی که یه دفعه با احترام بندازیمت بیرون. بچه‌ها شماره 2 3 بذارید توضیح بدم. شماره 2 شما آگاهی که میگی بیا سول، نه دلیل دارم میارم، نمیگم 100%. بین 2 3 بچا باید در بیاریم تو صحبتاشون. بفرمایید. من چالش میدم به شماره 3. ببین سلطان، آخرین نفری که به من اتهام زد زیر خربارها خاکه. دیدی شهروند بود، از من یه مافیا گرفته بودم داشت ازش حمایت میکرد. ببین شماره 2، تو یا این معتقدی مافیای بازی تو دفاعش به من رأی 2 داده، من یار شماره 3 هم دارم، دو ترن 3 رو میزنم، درسته؟ نقشم بلند کردی این دو تا رو بفرمایید. فقط دو دوستان چالش داشتم، ببخش. ببین 8 تا نقطه شهروندی هر چی در بیاد از بین ما در میاد. من صادقانه شهروند مگه نمیگید بین 2 3 مافیا در میاد؟ دو تامون میام دفاعی، هر کی شهروند تر حرف زد اون میمونه تو بازی. من شهروند بازیم، دو رو از روز یک دارم میکوبم. من فریب امیرحسین رو خوردم. بفرمایید. فرنام صحبت. من صحبت بکنم. نه آقا ما رو بذار جلو در، دم در، پشت در، هر جا خواستی بذاری بذار، ولی ما رو دور ننداز. من قطعی شهروندم. آقا راست میگی، یه چیزی هم هست که میگی یارش میشه 10. دیروز امیرحسینی که الان خونه مافیا رأی خروج داده بود به شماره 10، چرا باید این کارو بکنه؟
احتمالاً هم میتونست پرواز بکنه. آقا اینو مشی، ولی امروز بین این دوتا باید هر بفرمایید. دو. ما یه صحبت می‌کنم. ببین آقای شماره 3، شما میگی که هر چی هست اونور هستش. شماره 10 هیچ نظری نداری؟ پس هر چی هست اونور هست اینور. بچه‌ها نگی نگهبان بازی. من به تو میگم از حاله بیا بیرون، امیرحسین داره تو رو می‌خره، شوکلات رو نگی. بعدا میگین چون نگهبان بودی، چون نگهبان بودی چی؟ این آقا شهروند بوده. آقای شماره 10 رأیی که امیرحسین بهش داده با شهروند متأسفانه داده واسه من مشکوک میکن. بفهمه. سه بیشتر واسه من مشکوک تره. چالش میدم به مافیان، ببخش. شماره 2. اول صحبت کنیم. بله. بچه‌ها نگاه یه لحظه گوش کنین. شما شهروند، مافیا داره به شما اعتماد میزنه، شما شهروند. شما که حزب گزیمی نمی‌کنی شهروند. بین ما چهارتا من میدونم شهروندم. بچه ها تبر نذار، این آقا سیاه بازیه، من مافیا. به این آقا اتهام زد چرا هفت یار من با من بازی نکرد، اینو هول مافیا بده. سیاه یارش نمیدونم کیه، یا ده یا چهار. ولی من به تو کار ندارم. تمام صندلی که داخل بازیان چراغ سبز دارن، فعلا شما دوتا چراغ زرد دارید. خب چرا ما اصلا ما زومیم رو شما دو نفر؟ بین دعوایی که داری میگیری شما یه ذره جبهه گرفتی، شما الان ترس کردی. ببین با قدرت بازی نمیکنی و تنها کسی، ببین جز فکتور بازی، تنها کسی که دوست داشت آشتی بده این دعوا رو، دعوایی که منطقی بود و خدا رو شکر کنار نکشیدم، فکر کردم شاید بخوام لجبازی تو بازی کنم. شما برام مشکل، شما میشه مافیا من. شما رو دو رای گیری میکنیم. رای گیری برای محفوظ سجاد، سعید، فرنام، مصطفی، سیامک، یوسف. بفرمایید بشینید. شماره‌های 2 و 3 از خودشون دفاع میکنن. یک نفر راجب سجاد صحبت کنه. آقای 9. یک نفر راجب سعید. خودم صحبت میکنم. میبندین؟ نه. بفرمایید. بچه‌ها یه دقیقه توجه بکنید. مگه من شهروند همتون نبودم؟ من به هیچ کدوم از این دوتا رأی ندادم. با اکثریت آرا اومدم بالا. درسته؟ پس من فکر میکنم بعد آقای 10 یه دونه منو شماره 2 رأی دادیم بهش. درسته؟ من میگم فعلا 2 واسه من شهروندتره، سعید واسه من مافیاتر. من امیدوارم، من دارم بر اساس اون وقایعی که اتفاق افتاده دارم. بعد چی شد به 2 رأی ندادین؟ به 10 رأی ندادین؟ نمیدونم. بچرخ. من امروز رأیم شماره 3. بیستید و دفاع کنید آقای سجاد. بچه ها لطفاً شهروند ها یه لحظه گوش کنید. من نمیخوام نه ببازیم نه حذف بشیم. یه لحظه گوش کنید. این آقا میگه روزی که کسی بهم اتهام زد زیر خاک بوده. استاد اونی که زیر خاک بوده شهروند بوده. شما اتهام دیگه شهروند. خب شما رو هشمن چی کار کنم؟ تو یه مافیا 7 گرفتی، من یه مافیا 3 گرفتم. تو شهروند، من شهروند. خب من اینو گرفتم چی کار کنم؟ خب بچه ها سه سیاه یارش دهه، من شهروندم، اشتباه بازی نکنید. من یه اشتباه رو هفت کردم، میخوام برگردم. آقای سعید بیستید و دفاع کنید. تم شد باش. ببین شما اینو فقط به تو توضیح میدم، تو میتونی اینو در بیاری. من دارم چی میگم؟ من از روز یک از مافیای این رسیدم به مافیای تو امیرحسین. من گفتم یا تو مافیای یار اینی یا امیرحسین مافیاس یار اینه، چون اون میگفت این مافیا، تو هم میگفتی این مافیا، به رأی نمیدادی بره بیرون. من اینو مافیا دارم، میگی 10 یارش، الان باید چرا بهش رای بدم بیاد بالا؟ من فعلا اینو سیف دارم، اینو بدم بیرون، بعدم باهات بازی میکنم. من شهروند بازیم. بیستید آقایون، شما به هم حق رای ندارید. رای گیری مجدد برای سجاد، سعید. آقای سعید بفرمایید بشینید. سجاد کلام آخر. بابا چرا اینطوری بازی میکنی؟ یک بابا تو دیروز قفل نگهبان قفل 6 بودی، دادیش بیرون شهروند، امروز هم قفل من شهروند. چرا تو سرتون صدای حرف من گوش نمیدی؟ میگم آقای 8 تو 7 رو گرفتی، من 3 رو گرفتم، کشتین منو. 3-10 آقای 10 مگه من مافیاد نبودم؟ چرا رأی خروج ندادی؟ متشکرم آقای سجاد. پشت صحنه همراه باشید لطفاً. این مافیا رو به شهروند آشتی دادم، فکر کردم جفتشون شهروند. از سه مافیا بود؟ آره سه مافیا نبودن. با اله من شب میشه و شهر به خواب میره. گروگانگیر، کسی که انتخاب میکنید امشب تواناییش رو از دست خواهد داد. بخوابه گروه مافیا به جز گروگانگیر.
رئیس مافیا اعلام کنه. برو مافیا بخوابن. کارآگاه بخوابه. پزشک یک حق انتخاب. بخوابه. با اله من روز میشه و شهر بیدار. درخواست اعلام وضعیت. رای میاره. 4 نفر از دست دادیم. یک مافیا 3 شهروند. یک دور صحبت میکنید 25 ثانیه با چالش از شماره 8 به این سمت. شماره 4. من صحبت کنم. آقا فقط 3-10. فقط این دو نفر. آقا من دیروز گفتم این آقا فرزن اصلا مافیا با تو نگهبان رای داده به 10-2 رای. یارای این کجام به تو رای بدم؟ من رای خروجم ندادم به این. 3 رای پرواز کرد. یو رای دادم این آقا تک رای من. بچه 3-10 یا اگر بین این نباشه 1 مافیا. شما دوتا قطعی که شهروند. یه عذرخواهی به آقای شماره 2 علاوه دفاعی که کرد مشخص و شهروند بود. من به خاطر اون گفتم اعلام وضعیت نگیریم. شماره 3 که میره بیرون از بازی. شما گفتی شماره 3 قرار بود با هم حالا غیر مستقیم با هم بازی کنیم. گفتی شماره 3 بره بیرون. چرا رأیت وقتی رأیت برای 2 اومد بیرون من متعاقد شدم تو حرفاش. سرم براش تکون دادم. چرا به 3 رأی ندیم؟ اشتباه کردیم. 3 اومدیم بیرون. بازی در میاد. شماره 1 صحبت کن شما. من صحبت کنم. آقا من فکر کردم این داره به 10 رأی میده میخواد حق رأی آزاد کنه. من سر این استدلال به 2 رأی دادم. امروز 3 بره 10 هم قطعی یارشه. 10 یه جای صحبتش باشد گفت 6 مافیاس از اول داره 7 حمایت میکنه. بفرمایید. میتونه مافیا باشه. من صحبت کنم. بچه‌ها یه چیزی بگم. من بین 2-3 کارآگاه داشتم. شما زدی زیر نقشه دیگه. شما زدی زیر نقشه از نظر من. من به خاطر همین اون آخرین بار آخرین لحظه منصرف شدم رأی خروج. امروز به خاطر خونمونم که شده به شما رأی میدیم. آقای شماره 10 من فکر کنم دیگه داداش. یه تفنگ مشقی زدی دیگه. حداقل سر تفنگ مشقی که میشه بهت اتهام زد. بچخ. من صحبت کنم. میدم به شماره 3 صحبت کنم. خب مرسی دست دادن اتهام زنی چالش بدین. خوب گوش کن عزیزم. یه شهرونده پاشو منو یه تک داره میزنه. من که میدونم شهروندم. من از مافیا من گفتم یا امیر حسین مافیاست یا تو مافیایی سر این. واسه من یار نداشت. ببین داداش من از روز یک داشتم حمایتت میکردم. بعد تو مگه نگهبان واسه شهروند صد نیستی؟ من اتهام من دو بود تو بهش تو گفتی سه بی من به دو رأی ندادم. متوجهی؟ اتهام من شماره 2 بازی بود. بعد شماره 4 بازی شماره 1 بازی الان چه پوینت چه امتیازی دارن؟ بعد یار 3 بازی کی میشه؟ یار 3 بازی میشه من شهروند دیگه. آقا من سه از نظرم شهروند بازیه. بفهم. به من رأی بدین تمومه. چالش برای شماره 8 بعد من صحبت کنید. داداشی یه دقیقه خوب گوش کن. من مافیا ام با امیرحسین چشوا کردم. سر صحبت میکوبمش. 3 نفری اومدید دفاع فقط من به امیرحسین رأی میدم. الان یارم هم 4ه. بچا در اومد. 10 مافیا 3 مافیا. داداش شما امروز میری بیرون اگر شهروند باشی ما بعدن خیر 2 رو میگیریم. بازی ما رو خراب کرد. اونو نگهبان داره میگه شهروند. مگر من رو اونم میخواستم اتهام بزنم گفتی شهروند. بفرمایید. خب من چالش داشتم. آره بچه فکر کنم مشخص شده. خدا روش فکر کنم بازی تمومه. خب خیالتون راحت باشه. آقای 10 که واسه در اومد کلن تو هم از اول مشخص بودیم. ما ابراه اشتباه رفتیم. بچه ها اذیت میکردن. 7 مشخص بود. تو بلند شدی به 1-2-3 آقای بفرمایید. چالش شما نه میخوام خود صحبت کنی بعد از اینکه صحبتامو شنیدی. بعد از من شما صحبت کن. ببین شما نو زرهت افتاده اید. ببین گول حرفاشون رو نخور. ببین 8 تا شهروند تو شهروند منم میدونم شهروندم. خب ما 3 تا شهروند هر چی در بیا بین این دو تاست. من میگم احتمالا یا 10-4 یا 4 این نظری هنوزم در مورد این نداره. ببین برگرد به بازی. ذهنت رو عوض کن. بفرمایید. بچه‌ها من صحبت کنم. ببینیم ما یک روز رو به خاطر پزشک بازی جلوییم. خب الان 6 نفر داخل بازی هستیم. اگر یه رأی بدیم یک نفر خارج میشه از بازی میمونیم 5 نفر که اگر اشتباه کنیم شهروند باشه مافیا شب یک تیر بزنه بازی فردا صبح 2-2 تمام. میتونیم یه کاری هم بکنیم چون الان واقعا من احساس میکنم 2 سایدی شده بازی. میتونیم امروز رأی ندیم تیر شب رو ببینیم بعد فردا بفهمیم.
یک بعد از من صحبت کنه. خب سیامک فکر میکنه شاته امشب کیه؟ تیر امشب کیه؟ یا توی یا هشت دیگه به غیر از این حالت هست. بچه ها شماره سه مافیا، آقا شما چقدر میتونی بد بازی کنی؟ فریب امیرحسین خوردی، سه نفر سه روزه داری فقط یه نفر گردن میگیری. بعد آقا اصلا گیریم، اصلا من مافیا چرا این تک رأی منو داره فقط؟ من گفتم این با تو رأی داده به ده، سه ده. متشکرم سیامک، یه دقیقه خوب به حرف من گوش کن. دو سایدی شده دیگه آقا، یا من چهار مافیاییم یا سه و ده مافیان دیگه. درست میگم؟ من تک رأی خروج امیرحسین بودم. اولین اتهامو به امیرحسین زدم، پاشد به من گفت اگر نکس بدی میدمت بیرون. بعدی. من یه جای بازی برگشتم گفتم هفت و ده با هم یار، اصلا نیازی نیست یه روز عقبمون بندازی، سه بره. میریم سراغ رأی گیری. رأی گیری برای محمود. سعید بیستید. فرنام، مصطفی، سیامک، یوسف. شماره سه و ده از خودشون دفاع میکنن. یک نفر راجع به سعید صحبت کنه. تو بکن. یک نفر راجع به یوسف. من نمیخوام. نمیخوای. بفرمایید. یه دقیقه سیامک، خوب به حرف من گوش کن. من تک رأی امیرحسین بودم. نیازی نداره با امیرحسین چشوا کردم. سر صحبت پاشم بگم امیرحسین تو مافیایی، اون به من بگه تو شهروندی، بعد به استدلالات مافیایی من تایید بده. بعدش اونجا به من بگه تو نکس بدی ما بعدی بگی ما بازیو در میاریم. خب من میدونم شهروندم. چهار رو تو گفتی شهروند، دو سه روزم بینگو چی؟ بیرش بس میشه این دو تا دیگه. بیستید و دفاع کنید. ببین شما اینو ذهنت رو یک لحظه با من همراه کن. فکر کن من شهر، نخند، ذهنت رو باز کن. تو شهروند، هشت شهروند، من رو بذار شهروند. از بین اینا یار من کیه؟ یک لحظه به خودت شک نمی کنی؟ این دوتا امروز بازی الان اتفاق نیفتاده دیگه. چرا باید یه نفر رو بده بیرون؟ چرا این دوتا مصرم من برم بیرون؟ راجع به اون نظری ندارم، از بازیش هیچ برای اندی ندارم، فقط میگه سه یاری واسه من نداره، به خاطر همون احتمال میدم اونم شهربم. متشکرم. آقای یوسف دفاع کنید. ببین داداش تو شهربم قطع بازی، الان یه امروز بازی همه منو دارم میچسبونه تنگ شماره سه، دارم میگن سه مافیا بود تو یارشی. من که میدونم شهربندم، اون اگه مافیا باشه یارش کیه بین اینا میگه اینا بره؟ آقا من شهروندم، متوجهی؟ من شهروندم. من یه مافیا یه نفر داشت ازش حمایت، من چیکار کنم؟ سلطان شما ریشش کجایی؟ داری بازی می‌بینی؟ آخ من تو رو گرفتم دیدم ولی افتادین تو لجنزار والا. آقایون بیستید. شما به هم حق رأی ندارید. رأی گیری مجدد برای سعید. یوسف. آقای سعید کلام آخر. واقعا چرا رأی دادی؟ مگه چه اتفاقی افتاده که داره رأی میدی؟ می نشستیم حداقل فردای بازی رو میدیدیم. بین این دو دوست شک کن. بین این دو دوست من میگم شاید جفت مافیا، اگه اون اونطوری مظلوم نمایی میکنه ده هم در نظر داشته باشه، ولی بین این دو دوست قطعی مافیا در میاد. شاید هم جفت یار باشم. هر دو مصر بودم من امروز برم بیرون. متشکرم آقای سعید. خسته نباشید و پشت صحنه همراه باشید. بابا آخه چی کار کنم؟ دو پا شده فقط منو میزنه، ده پا شده اصلا نمیدونم. امیرحسین رو فریبشو خوردم. من گفتم امیرحسین یک و چهار میتونم باشم. یک نباشه ده. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. گروگان گیر. کسی که انتخاب میکنین امشب تواناییش رو از دست خواهد داد. بخوابه گروه مافیا به جز گروگان گیر. رئیس مافیا اعلام کنه.
گروه مافیا بخوابن. با توجه به اینکه شهرمون دکتر و تکاور نداره، با اعلام من روز میشه و شهر ما شکست میخوره. کشته شب شماره 1 محبوب بود. آقایون خسته نباشین، دوستان پشت صحنه تشریف بیارن لطفا. آقا 7 نفریم شات بشینه میشیم، 8 نفریم شات بشینه میشیم 7 نفر. دقیقاً شما توی وضعیت قرمز که اختلاف توه باید یکی رو بزنی که یک تو دیوار باشه. من 3 رو گروگان گرفتم به امید اینکه فرنام 3 رو شات کنه. 3 رو گروگان گرفتم گفتم این داره تو ساید ما بازی میکنه، شات چه فردا دو تا شهروند ذهنشون بچرخه بگه خب این که تو ساید اینا بوده شات شده، طرف ما اینا بازی کنه، طرف اینا بوده. دو اینکه قطعا اگه تکاور باشه هیچ کدوم از ماها رو نمیزنه، چون تارگتاش هیچ کدوم از ماها نیست. شما یک نفری رو شات کردید که فقط یه دونه تارگت تو کل بازی باشه، اونم گروگانگیره. من فقط یه معذرت‌خواهی به امیرحسین بده کارم. اومدم گفت شماره 8 رو می‌خوای بزنی، گفتم 8 نمی‌دونم، بعد اومدم بهش بگم نه بیا شات رو عوض کنیم اون تکاور باشه، قطعی امیرحسین رو می‌زنه. فکر کردم 8 یه صحنه دندقه بیاد که دقیقاًم تکاور بود. من چون امیرحسین شات دستش نبود، تیر دستش نبود، این واقعا این اوزخای ما بهش بدهکاری. ولی خب بعد به واسطه امیرحسین دو تا شهروند ما تونستیم خیال راحت بدیم. یعنی واقعا امیرحسین نقش مهمتری نقش توی برد تیم مافیا واقعا سناریو امیرحسین بود. چون یه امیرحسین انداخته بود وسط پشت داش میجنگید، این رفت بیرون خون. مافیا ما تونستیم به واسطه مافیا این دوتا شهرداد خیال راحت بدونیم که حتی به ما شک بکنن بدیم بیرون. من واقعا ازت معذرت میخوام. حالا خب بازی خوبی بود. بازی خوب بود. ببینید من کارگاه بودم، بعد دور اول صحبت کردیم شماره 2 نقش کارگاهی رو بلند کردیم، بعد پشت سر هم داشت توضیح میداد در رابطه با شماره 3 فشار میبود. من نقش کارگاه بودم، نگاه میکنه حالا به من، من کارگاه بودم، اول استلام شماره 2 رو گرفتم منفی داد. با شماره 8 داشت صحبت میکرد، تو فرایند صحبتاش 2 رو میکوبید، 2 رو به قط مافیا داشت. زمانی که من تو رای گیری برمیگرده میگه چرا من با 3 نیومدم بالا. 2 رو بیخیال شد، گفت چرا من با 3 نیومدم. من رای دادم، تنها چیزی من رای دادم بهش. بعدم پشت صحنم در رابطه با تارگیتام صحبت کردم، اتهامات ببخشید در رابطه اتهام شد. 4 که از شهر گفتنش خوشش اومد و گفتم به قد مافیا، چون من بهش گفتم شهر کیپ کرد خوشش اومد، گفتم به قد مافیا. 7 فکر میکنم درست کنم، یه دونه 10 فقط نداشتم. بازی دوست نداشتم. چرا؟ چون به نظرم مسیرها اشتباهی به معرفی میکردن شهروند. ما شماره 2 و شماره 3، شماره 2 داخل بازی داره میره بیرون، یه نفر گردن میگیره. ما اطلاعاتی که داخل بازی داریم وقتی 2 اشتباه میدیم بیرون میگیم 3 دیگه مافیاست. نمیتونه، یعنی نمیتونستیم ریسک کنیم بذاریم برای شب. کار منطقی رو انجام دادیم اما اشتباه. من وقتی با شماره 7 میجنگم، 7 اطلاعات اشتباه میده و بچه‌ها میان منو دعوت میکنن به قول معروف دوستی با یه مافیا که خدا رو شکر شب زدمش و مافیا بود، من واقعا متوجه نمیشم. فهمیدم که مسیر داره. من به شماره 3 گفتم شماره 3 شما یا شهروند هستی که احتمال داره ما مسیرمون رو بعد. شماره 2 و 3 به نظرم با تمام احترامی که براشون قائلم مسیر بازی ما رو عوض کردن. من خیلی کم به شما توی گروهی باشم اون گروه بازنده باشه، جز اولین بازی است که الان مافیا برد، من شهروند بودم به شدت ناراحتم. حالا بازی خیلی سختی بود، هم بازی خوبی بود. متاسفانه من حالا نگهبان بازی هم بودم، اونی که مافیای روز یکم قطعاً بود شماره 7 بازی، حالا امیرحسین جانم بود و برای مافیایی داشتم. ولی خب یه سری شهروندا بازی شدن، چون مسیر کامل مشخص بود، یه سری از شهروندا ذهن من رو با هم ریختن، مثلا 2-3 هر کدومشون جداگانه واسه من کارگاهی بلند کردن و واقعا من مونده بودم که چی کار بکنم. حتی تو لحظه آخر من گفته بودم 3 بره که دکتر بازی بود، خدا رو شکر بهش رأی ندادم، 2 رفت. باز یک شب سیو دکتر رو ما داشتیم سر همین قضیه. ولی خب فرنام رو من یه اشتباهی کردم سر صحبتایی که اون بحث شکلات امیرحسین بود که بهش داد، گفتم شکلات رو داره میده، چون امیرحسین قطعی واسم مافیا بود، گفتم شکلات رو داره میده که فرنام رو هم برای خودش بخره. شماره 10 هم که من با 2 بهش رأی دادم، ولی بازی بعد پیچیده شد. بعد روز آخر رأی نمیدادن، روز آخر اگر رأی نمیدادن ما 6 نفر بودیم، یک نفر شب. حتی اگر خود منم تیر میخوردم مشخص میشد که فرداش بازی در میومد، حتی رأی هم ندادم. ولی خب دیگه
سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم از دیدن بازی لذت برده باشین. بازی که توش به نظرم تیم مافیا خوب بازی کرد، یعنی حداقل دونه دونهشون تلاششون رو کردن و گره های زیادی حداقل داخل شهروند ها ایجاد شدون. یعنی تقریبا میشه گفت ما مافیایی نداشتیم در طول بازی که شهروندی نباشه که حمایتش نکرده باشه. من راجب کشته شبی که گفتید شماره 8 بود یه صحبتی بکنم. اگر دیده باشید توجه کرده باشید شماره 4 اولش گفت 8، بعدش میخواست عوض کنه شلیک شب و شماره 10 عجولانه تصمیم گرفته سریع خوابید. من نبودم. آره صحبت میکردم. اینو قشنگ من دیدم شماره 4 100% حالا با اون هوشی که سر کشته شب آخر داشتش که گفتش که شماره 2 که نگهبان هشتم تکاور یک اونم اگه دور باشه نجات رو خودش دیگه نداره، خسیه که باید بزن یه هوش همچین هوشی به خرج داده 100% شماره 8 دیگه اتهام مستقیم شماره 7 بوده رو اجازه نمیداشت شلیک بکنه. خیلی هفتم هیچ وقت گروگان نگرفت پشت داری باید شانس اینو میذاشت که شلیک کننده اگر من بعد خورده هم نمیگیرم به خاطر این روز قبل شماره 8 بی خیال شماره 7 شده رای خروج شده به یه شهروند اصلا چرا باید تیر بزنن؟ آره. در بهترین حالت میتونم بگم 87 با هم آره. مافیا ولی اینکه بخوان احتمالش بدن اگر تکاور باشه ممکنه شماره 7 بزنه داره. احتمالش کم. توی زندگی شرایطی پیش میاد که یک دفعه راهمون سد میشه و همه برنامه ریزیامون به هم میریزه. بهترین راه نجات از این شرایط داشتن راه‌های جایگزینی که مافیای این شهر به خوبی از این امر استفاده کردن و باعث شکست شهر شدن. ارادت.